به نام یاد خدای بخشنده و مهربان عزیزان همیشه همراه خانواده های محترم سلام های گرم و صمیمی خدا تقدیم میکنم به شما عزیزان و امیدوار هستم که با این سرمایه این روزها گرمای خانواده تان پر از صفا و صمیمیت باشه ظهر یک شنبه تان به خیر و به سلامت از خدای بزرگ میخوایم که یکی یکی شما عزیزان صحتمند باشین پیروز و موفق و بیننده برنامه روشنا امروز هم با شما عزیزان شما خانواده های محترم فامیل های عزیز و پدرها و مادرها جوانان و نوجوانان هستیم و امیدوار هستیم که مثل همیشه ما را همراهی کنین و تا آخری لحظات با ما باشین و ببینه که باز در برنامه روشنا چه صحبت و گفتگوی زیبایی هست که تقدیم شما خانواده های عزیز میشن و اما بسیاری از ما والدین اشتباهاتی در زندگی نسبت به نوجوانان خودشان دارند. حالا من بررسی میکنم میگم بیایید صادقانه ببینیم که آیا این اشتباهات در وجود ما والدین هست یا ای که نیست خب. اولین اشتباهی که بسیاری از والدین نسبت به نوجوانان خودشان دارند همی است که حرف و عمل ما یکی نیست البته یه گپه که من میزنم همیشه یه تو نیست که بگویم ما دائم حرف و عمل ما یکی نیست گاهی مواقع پیش می آید که حرف و عمل ما یکی نمی باشه حالا مثال میگم پدر سگرت میکشه ولی از سگرت کشیدن و منفی بودن سگرت به نوجوان خود بازگو میکنه خواهی حرف و عملش یکی می باشه؟ خب نمی باشه دیگر. درست پس حرف و عمل کلام و عمل باید یکی باشه گاهی وقتا در موالدان یک قسم نیست حرف و عمل ما یکی نمی باشه و این گپ در تربیت نوجوانان بسیار بسیار میتانه که تحصیل گذار باشه و خدای نکرده خودش یکی از عوامل خشم نوجوانان در آینده میشه. خب حالا بررسی کنیم ببینیم که ما در زندگی و در مسیر زندگی چقدر با حرف و عملهای خود ما یکی بودیم سازگار بودیم و آیا حرف و عمل ما واقعا همیشه یکی بوده یا نبوده موارد دگام هست خواهر خوب ما کارشناس محترم برنامه در استودیو هستند منتظر هستند که با شما عزیزان صحبت و گفتگو کنند خانوم زاده هستند و سلام علیکم میکنیم خدمتشان بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم و سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همچنین بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن و روز خوب و خوشی رو از خداوند متعال برای همه بینندگان عزیز خواست است. زنده باشن تشکر ما هم برای شما سلامتی و صحتمندی آرزو میکنیم خانم حسن زاده و مدیریت خشم را شما برای ما شروع کردین صحبت کردین گفتگو کردین من به واقعیت بسیار استفاده بردم و مطمئن هستم والدین عزیزی هم که بیننده برنامه روشنا هستند اونها هم متوجه بسیاری از موضوعات در رابطه با مدیریت خشم شدن و رسیده به مدیریت خشب در نوجوانان بله. و راهکارهای از رو داشتیم بیان میکردیم که خب وقت برنامه محدود بود و مجبور بودیم خدافزی کنیم ولی خب امراشان وعده کرده بودیم که یه هفته بازم مقداری از تعدادی از اون راهکارهایی که باقی مانده رو برشان میگیم خب پس بیرنده عزیز و خانواده های عزیز مشنویم و راهکارهای کنترل و مدیریت خشب در نوجوانان بررسی میکنیم و ببینیم که چه چی چیزهایی هست مش خانم هستن. بله موضوعی که ما در خدمت بینندگان عزیز بودیم مدیریت خشم بود و عوامل پرخاشگری رو ما بیان کردیم و مسائلی که پیامدهایی که پرخاشگری در زندگی افراد داشت و حتی ما راهکارهایی برای کنترل خشم بیان کردیم محبه. و یک مقداری هم در مورد پرخاشگری کودکان صحبت کردیم و راهکارهایی رو خدمت بینندگان محترم عرض کردیم و اما امروز میخوایم در مورد نوجوانان که جلسه قبل شروع کردیم ادامه راهکارها رو بیان کنیم و در ادامه از او ای رو بیان کنیم راهکارهایی که ما بیان کردیم دلسته. که والدین عزیز در خانه او رو رعایت باید بکنن چه تاثیرات رو میتانه بعدا روی فرزندان ایشان در اجتماع داشته باشه یعنی صرف ای که خانواده صلح و امنیت میشه وقتی وقتی کنتلورشی بله. نوجوانان تنها نیست حتی ای باعث میشه که به اجتماع هم باعث بشه اثراتش گرده. به اجتماع هم برمیگردن تا بل. ما هیچ وقت نگاه کنید خانم اصلا فرد خانواده جامعه اصلا. همیشه اینها رو ما باید بررسی کنیم چون کل اینها در کنار زجل... هم قرار هم متصل اصلا. بله ما گفتیم نوجوانان یک هیجاناتی رو دارن معمولا هیجانات نوجوان ها باعث تغییر هست در سه بود ما گفتیم قابل تغییر هم بود شناخت نوجو... مرحله کودکی رو نوجوان پشت سر گذاشته هم بحثش جسمی او مورد تغییر هست که باعث شده نوجوان پخته تر بشه به بلوغ برسه هم از بعد عاطفی او پس این ستا باعث میشه در روح روان یک نوجوان اثر بگذاره و این اثرات از او باعث بشه که یک نوجوان ای رو متوجه باشه که چی ب... تغییرات از او چی پرخاش حتی یک چیز کوچیک باعث بشه که او رو ناراحت کنه از اونجا که این تغییرات او رو کم حوصله کرده باعث میشه که ای در او رو, رو جوان تاثیر بگذاره و خدای نکرده باعث بشه اگه نتونه کنترل کنه به پرخاشگری منجر امه. بشه خب این ما گفتیم باید اولین موردی که ما راهکارها رو گفتیم والدین محترم شرایط رو درک کنن دسته. یعنی متوجه باشن که دو جوان از اونا دیگه کودک نیست دلی. بلکه مرحله کودکی رو پشت سر گذاشته امه. و یک مهارت های نسبی رو یاد گرفته مانند یک بزرگسال هم مهارت های کامل رو یاد نگرفته امه. پس از این رو باید یک در نظر بگیریم یک ناتوانی های عدم مهارت های ناکامی های رو ممکنه در زندگی خودش امه. تجربه کنه بلکه اینجا والدین باید همراه نوجوان باشن تا بتانن این ناکامی های او رو کاهش بدن دلی. و ناتوانی های او رو بدن امه. و مهارت این نوجوان رو بالا ببرم دقیقا. ما گفتیم باید یک مقدار احساس مسئولیت به نوجوان بدیم احترام و ارزش به یک نوجوان قائل بشیم اینجور نباشه که همونطور که با کودکی با او برخورد میکنیم حالی که کلان هم شده با و همون با ای برخورد کنیم بلکه یک نوجوان ارتباط کلامی از او خیلی قویتر از کودک است پس میتانه شرایط رو درک کنه و حتی همراه از او کمک بشه میتانه منطقی فکر کنه ما حتی داریم خانواده هایی که مشاوره های زیادی به نوجوانانشون گرفتن حتی میتونن با یه خانواده پدر و مادر همراه نوجوان خود مشورت کنن بله. چون اینها همه باعث میشه تاثیرات مثبتی رو بعدا در اجتماع داشته باشه مم. وقتی یک کودک نوجوان شده و این نوجوان باعث شده خود به خود وارد اجتماع بیش از یک کودک وارد اجتماع است خب اگر بخواهد والدین محترم همراهی کنند در خانه پرخاشگری های او رو کنترل کنن و عصبانیت های او رو تحت کنترل قرار بدن امه. و به او آگاهی بدن که تحت کنترل قرار بده مطمئنا یک فرد بله. موفقتری در اجتماع خواهد بود این نوجوان ما یک موقعیت عملی رو خانو زوری میخوایم مورد بحث قرار بدیم بله. خب ما گفتیم که والد معمولا سوال میکنن این راهکارهایی رو که بیان کردیم بسیار مناسب هست ولی ما تا یک جایی میتونیم با ام. نوجوان خود خود خب مدارا کنیم بل. بیش از او دیگه برای ما مقدر نیست یعنی در تمام ما نیست که همراه از او مدارا کنیم اها. چون مدارا کردن او باعث میشه که حتی بعض وقتا جریتر بشه پرروتر بشه اها. یعنی الازی که مدارا کردن مثلا در توان ما نیست یعنی, یعنی, جاهای باید برخورد کنه. مثلا من یک مثالی رو فرض میکنم. آه. یک نوجوانی هست. حالا از مکتب آمده به خانه. و مادر خون میگه که من نار مثلا در چی پخته کردیم حال مادر میگه فلان غذا رو پخته کردیم و تب دل از این نوجوانی شروع میکنه به قارمقار سر صدا کردن حتی خدای نکرده صدای خود خور بالا میبره درستان. خب ما از غذا همیشه تا از این غذا بخوریم همیشه همین غذا رو بخوریم مادر اینجی دو حالت براش بیشتر نیست آه. یا ای که مادر هم این پرخاشگری کودک رو دی پرخاشگری کنه بگه غذا همی هسته میخوری بخور نخوری نخور حتی ناسزا هم به او بگه که مدام تو همش به هرچی بهانه میگیری اخلاق تو بیشتر مثلا بدتر شده معلوم نیست کدو دوست تو هست تا قضاوت درستان. ها, ها تهدید های نابجای نسبت به این نوجوان بشه خب مطمئنا این نوجوان وقتی به خلوت خود خود فکر میکنه همراه خود خوب که مادر پدر من یا مادر فرق نداره پدر من حالا اینجا مادر بود هم، حق نداشتن همچین حرف رو برای من بزنن پس من به حق گفتم حق رو جانب خودش میدن ولی اگه همین مادر اگه بله. برعکس عمل کنه خوب. مثلا برای دو بچه خودش بگه که ما قضایمان همین هست و زیاد هم توجه نکنه بی توجهی در اینجی ملاک هست زیاد توجه نکنه بذاره که یک کودک هیجانات خودشون هیجانات یک نوجوان یک جوری هست که فوران میکنه هست, بالا آه. میگیرد و پایین میگیرد مثل آتش نشان گفتیم بله بله. یک بخدار بالا میره بعض وقتا فرقشان میکنه حالا اصلا توجهی نکنه برفضی این نوجوان وقتی به خل... خلوت رفت باعث میشه همراه خود خود فکر کنه و او از وجدانه به این میای من همراه مادر خود بسیار رفتار کردم رفتار خوبی نبود حرفهای خوبی رو نزدم خب در صدد این میشه که این رفتار خود خود جبران کنه حالا جبران از ممکنه به دو صورت باشه یا بیا مثلا عذرخواهی کنم بلی از بلی. مادر خود و یک نوع جوانه ها بعضی وقتا معمولا برای پسرا همچین چیزی است هست یه خورده قرو به اونا اجازه نمیده میخوان عذرخواهی کنم ولی عذرخواهی به زبان خود میگن میان داخل آشپزخونه مثلا به این م... سال از حالا مثلا غذایی که درست کردین از این بده مزه کنم ولی آه. اگه مادری که آگاهی نداشته باشه از این فرزند خوکی داره اصخایی میکنه به زبان بی زبانی میگه که از را آمدی هر چی خواستی گفتی حالا همه باید برای تو قضا بودم که تو مزه کنی ولی اگه نه مادر با ای همراهی کنه کوتاه بیاد چون مادر پدر یک منطقه بیشتر نسبت به ف... نوجوانان داره پس هیجانات نوجوانان رو آه. باید درک کنه شرایط اونها رو درک کنه بله نکاتی که بسیار خوبی رو بیان کردید با توجه به مثال و مصادیقی که مادرای عزیز کاملا اینا را دیدن و لمس کردن در محیط خانواده و این رفتارها را باید در نظر بگیریم اگر میخواییم که نوجوانان سالمی داشته باشیم بعد از یک میان برنامه باز هم ما را همراهی کنیم تشکر از حضور گرمتان میتارین با ما در ارتباط باشین میتونین که سوالاتتان پیامهایتان انتقادات پیشنهادات هر صحبتی که دارین با ما در ارتباط باشین مثبت 964 780 255 40 نمبر واتساپی ما هست حتما خوش میشیم که با ما در ارتباط باشین و ما را از خود بدانین در حال کارشناسای ما میتونن پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن و اما بله ما گفتیم که در محیط خانواده تاثیرات و کنترل و مدیریت خشم در محیط خانواده را بررسی کردیم حالا بیایم تاثیرات از اون در اجتماع بررسی کنیم و ببینیم که خب اگر ما کنترل و مدیریت خشم در نوجوانان داشته باشیم در محیط خانواده را که بررسی کردیم حالا بیایم در محیط اجتماع و جامعه را بررسی کنیم ببینیم که در اجتماع چه قسم میتونه تاثیرات داشته باشه خب میپرسیم از خانم حسن خانم حسن حالا در محیط خانواده رو که بررسی کردیم حالا بریم یک قدم پیشتر اجتماع جامعه هر حال هر خانواده در نهاد کوچکی از یک اجتماع هست دیگه یعنی یک مجموعه خرد و کوچکی از یک اجتماع بسیار کلان هستم که ما نمیتونیم بگوییم که دیگه حالا ما یک خانواده هستیم ما اجتماع و جامعه نمیتونیم می گپه بزنیم خاطر از که هر خانواده هر فرد از او مجبور است برای تعامل وارد اجتماع شود پس نیاز است که ما یک اجتماع سالمی هم داشته باشیم حالا بیایم این تاثیرات و مدیریت و کنترل خشم را در اجتماع هم بررسی کنیم ببینیم که او چه قسم میتونه باشه بله سوال خیلی به جای پرسیدی چون کنترل خشم ما گفتیم در خانه باید مقابل به مثل نباشه یعنی اگه والدین آمدن پرخاشگری فرزند خودشون به نوجوان خودشون را دیدن بر اثر حیجانات همون به مقابل مثل نکنن چون همونطور گفتیم پرخاشگری پرخاشگری میاره و هیچ وقت هم نمیتونه یک والدین موفق باشن بلکه باعث میشه نوجوان از اینا دور و دورتر بشه و ارتباط بین والدین و فرزند کمتر بشه درستم. در اینجا میگیم که همونطور که متان خانه رو آرام نگاه داره کنترل خشم در محیط بیرون هم بسیار اثرات خوبی رو متان بر روی خود فرزند بگذاره بله. و بیشتر از او بر روی جامعه بگذاره کودکی که در خانه بوده کنترل خشم مثلا ریاض گرفته بله. و به نوجوانی رسیده و در عین هیجانات نوجوانی باعث شده در خانه خودش رو کنترل کنه مطمئنا میتانه در محیط اجتماع هم خودش رو کنترل کنه ما تاثیرات این کنترل خشم و هیجانات رو در بین نوجوانان در اجتماع ما داریم خوشنط های خیلی بیشتری داریم میبینیم دقیقاً. چون بزرگ سال به یک منطقی رسیده هست امه. میتانه یک خورده فکر کنه و تصمیم های بهتر بگیره. ولی یک نوجوان چنان هیجانی تصمیم میگیره به خاطر اون هیجانات دیگه در وجود از او هست اگر در محیط خانه کنترل نشه در محیط خارج از خانه هم کنترل نمیشه بله. و اثرات مخربی رو میتونه بر حقیقا. روی این فرزند و جامعه بگذاره میگیم اگر آگاهی های لازم رو خانواده به این نوجوان بدن مطمئنا بهتر میتونه کنترل خشم رو در بیرون هم داشته تانه. باشن از موارد تاثیراتی که میتانه بر روی یک نوجوان داشته باشه کنترل خشم در بیرون اینه ام. که در زمینه تحصیل خود او چیزی که درسی که میخوانه و باعث میشه او زمینه بهتر عمل کنه آه. چون فکر از او دیگه مشغولیت نداره فکر مثلا ما فکر میکنیم یک فرد آر... در محیط آرام بره بره. داره درس یاد میگیره خیلی فرق میکنه با او که همش در محیطی باشه که سرصدا باشه جنگ نارام باشه, ناآرام باشه, نارام باشه. م... مثلا ف... فکرشون میکنیم یک کودک یک نوجوان داره به مکتب میره در راه مکتب یا در داخل مکتب باعث میشه که یک حرفی به او زده شه ناراحتی پیش بیایه مم. اگر اینجی کنترل نکنه ای کودک خود این نوجوان خودشو باعث میشه برخورد رو داشته باشه دقیقاً. و حتی باعث میشه در سر کلاس معلم داره استاد به درس میده تمرکز لازم رو نداشته داره. باشه بلکه با همش به فکر اینه فلان کس به من حرف زد و من ناراحت کرد و من چطور بخوام اینو صدمه بزن. بزنم به طرف و این رو جبران کنم یا مثلا به اون طرف صدمه بزنم و او کاری که به من در حق ما کرده من در حق از او بیشتر از او رو حتی ده. انجام بدم یعنی محیط خانوادگی که آرام و سالم باشه مطمئنا کودکان آرام و سالم را به اجتماع تقدیم میکنند کودکان صبورتر هستند ممکن مشکلاتی رشد استعدادهایشان هم حتی میتونن زیاد باشه. استعدادهایشان رشد میکنه هایشان رشد میکنه و به همون نسبت میتونن که یک نوجوانان مفید باشن برای آینده خانواده و جامعه مثلا حتی باعث میشه که موفقتر باشن در هر امه. زمینه ای در زمینه ای ورزش در زمینه هورند در زمینه درس ولی اونهایی که پرخوشگری دارن مطمئنا تمرکز لازم و فکر روز لازم رو ندارن چون تمام انرژی که باید این افراد بذارن به جایی که به روی درس خوب بذارن به روی اون مباحثی که میخوان نیاد بگیرن که بعدا هم 100 بله. صد در زندگی امه. از اون گذار است به جای از اون میرن در زمینه هایی که میخوان انرژی خودشون عیجان خودشون رو به صورت منفی تخریب کنن روی از اینها مهم. باعث میشه انرژی به حتی باعث میشه صدماتی رو به صورت ناخواسته به خود یا دیگران هم بزنن. بزنن حالا ما در محیط مکتب شاید دیده باشیم که بسیاری از نوجوانان هستند که کلی ازش میترسن یعنی تو یک رقم است که در هر سنف که اگر باشه یا در مکتب باشه در اولی مکتب باشه کلگی میگن که این یک آدم است که اگر چپ سونش سعی کنیم میایه و میزنه و حتی بسیار وقتها امکان داره که خوردتر از خودشان مورد لطکوب قرار بتن یا حتی خدای نکرده خانم اصلا اگر خوب پیشگیری نشه و درمان نشه ای اوزا منجر میشه و خدای نکرده به دوزدی ها و حتی فرار از مکتب فرار از منزل و و خدای نکرده احسان. چیزهای دیگه همین موارد هست که حتی اگر همون فردی که شما الان مثلا گفتیم پرخاشگر است در محیط مدرسه اگر لحاظ درسی او رو بررسی کنی واقعا ضعیف قرار داره چون به جایی که تمرکز روی درس خودش داشته باشه روی ای است که زور بگه به بیگ فرد ولی دیگر. پر از استعداد و توانمندی که متاسفانه نشده پرورش پیدا نکرده و مورد توجه قرار نگرفته. بله و مورد دیگه که میتونه تاثیرات کنترل خشم های جانات یک نوجوان در رفتارهای اجتماعی از او داشته باشه این است ارتباط قوی تری داره کسی که کنترل میکنه خشم خود خود نسبت به دوستان و هم کلاس هم از او میتونه بگیم اطرافیان از او این ارتباط قوی تر خیلی میتونه به انسان موفقیت های رو مهم. بده بله. چون همین میتونیم بگیم افت کلام داره نوعی وقتی که ناراحت میشه به جایی که فحاشی کنه بله. به جایی که ناسزا بگه به جایی که از این کلامات زشت استفاده کنه خشم خودخور فرو میبره و کنترل میکنه و باعث میشه که حرف منطقی بزنه و منطق بر او گفتار از او حاکم میشه به جایی که بیاد از الفاظ رکیک استفاده کنه خب معمولا کسایی که به همون سبک الان شما مثال زدین داخل یک مدرسه همه از او جور افراد دوری میکنن کسی که بیشتر به فکر اذیت کردن بقیه است و دسر بقیه پرخاشگری میکنه هیچ کس دستی از او جمع نمیشه اگه هم دوستی هم داره فکر میکنه شبیه خود او باید ماشه. بله. یا از ترس است یا از ترس است ولی بیشتر ما الان حتی نزاهای خیابانی برای کسایی بیشتر اتفاق میفته خشونت خیابانی نه تنها در مکتب حتی در بازار کوچه که یک نوجوان ممکنه بره برای کسی اتفاق میفته که افت کلام نداره برای کسی که فحاشی میکنه و پرخاشگری خود نمیتونه کنترل کنه ام. بیشتر برای همچین افراد اتفاق میفته خب مطمئنا همچین افرادی دوستان کمتری دارن داره. و حتی خودشان هم ترجیح میدن دوستان کمتری داشته باشن و او شرارت های خودشان را بکنن ام. چون کنترل ندارن روی پرخاشگری خودشان داره. یعنی اون فردی که نوجوانه که به این حالت شده حالا رفتارهایش کلش برمیگرده به محیط خانواده اصلا بخاطری که در محیط خانواده والدین کنترل نکردن مدیریت نکردن خشم نوجوانان خودشان یا رفتارهای مناسب نسبت به نوجوانان نداشتن که حال نوجوانان وقتی وارد اجتماع شدن دیگه رها هستن هر چی که دلشان بخوایه. یعنی تمام او اقده هایی که در زمان خانه و زندگی رفتارهای منفی که به اونا شده درک نشدن تحقیر شدن توهین شدن آلا میان در محیط اجتماع خالی میکنن خودشان را و اکسال عمل میتن احسن. چون زندگی سالم نیاز به یک آرامش داره امنیت خاطر داره از اون طرف همونطور که شما فرمودین انسان موجودی اجتماعی است یعنی همونطور که بچه از م... ابتدا داخل اجتماع حضور پیدا میکنه از مکتب باشه از مثلا در ایکس... مثلا بخواد کوچه بازار بره خرید بکنه در اجتماع حضور پیدا میکنه همونطور که امنیت خاطری که در خانه نیاز هست درستم. داشته باشه در اجتماع هم نیاز هست داشته باشه چون وگرنه استراب و استرس و اینها تمام این وجودی رو فرا میگیره و او هیجانات ازی به صورت منفی و پرخاشگری باعث میشه که از خود خود بروز بده بله. حتی باعث میشه که نتونه منطقی صحبت کنه دیگه بعضی از کودکان از بس که در خانه پرخاشگری دادن نوجوان شدن در خانه پرخاشگری دیدن و حتی اطرافیان از اون از ب... سر از اینا بله. پرخاشگری کردن الان داخل اجتماع باید اه... کسایی هستن در یک گوشه فقط خود اینا هستن آه. چون دوستان و اطرافیان, اطرافیان از, اونها از اونها دور شدن و بعضی وقتا میگن که باید پرخاشگری باشه بعض وقتا اگر از نوجوانان بپرسیم شعار شده الان بیشتر مکتب ها وقتی میپرسیم میگن اگه ما زور نگیم طرف پر رو میشه ما این بگیم یک شعاره از بس که این شعار حمایت شده مهربانی و صمیمیت از اونها دور شده باعث شده که به صبر دیگه وجود نداشته باشه این باعث خشونت رو جزء شعارهای خودشون قرار دادن و حتی سلوه کارهای خودشون قرار دادن یک نوجوان میگه همراه دوست خود وقتی به من پرخاشگری میکنه دوستی کنم به من ظلم میکنه آها. در صورت که ممکنه یک بار به او ظلم یعنی بشه. نشانه قدرت میدانن احسن. میگن ما پرخاشگری میکنیم خشونت میکنیم به خاطر از اینکه قدرت داریم قوی هستیم و فکر میکنن که خشونت و پرخاشگری یک نوع قدرت هست ولی خب این قسم نیست امیدوار هستم که شما والدین عزیز به نوجوانانتان قسم دیگه عزت نفس بتین و اعتماد به نفس بتین نه از طریق پرخوشگری و خشونت همراه ما باشین بعد از یک وقفه اللهم I'm. Mm -hmm. بسیار سپاسگزار هستم از حضور شما هموطنان خوبم هم. شما فامیل های عزیزی که هر روز بیننده برنامه روشنا هستین و ما هم امروز در آخرین قسمت از صحبت های خشم و کنترل او در زندگی و خصوص در نوجوانان که در محیط خانواده و اجتماع در حال بررسی هستیم امروز آخرین صحبت هست نسبت به این موضوع و انشالله در یک شنبه های بعدی نسبت به یک موضوع دیگه با شما حتما گفتگو خواهیم داشت و والدین عزیز این نکته را در نظر داشته باشیم که نوجوانان ما از ما الگو می‌گیرند. هر رفتاری که ما داشته باشیم اگر غرور داشته باشیم اگر تکبر داشته باشیم اگر اشتباهات خود ما را قبول نکنیم آنها هم قبول نمیکنن آنها هم غرور را از ما یاد می‌گیرند، تکبر را از ما یاد می‌گیرند. چرا که والدین مهمترین و بزرگترین الگوی فرزندان هستند پس امیدوار هستیم که بهترین باشیم اگر میخواییم که فرزندان خوبی را تقدیم جامعه کنیم در ادامه راهکارها هستیم و ببینیم که خانم حسنزاده دیگر چه صحبتی دارن نسبت به تاثیرات در اجتماع خب خانم حسن دادم بله تاثیر کنترل خشم هیجان نوجوان رو در اجتماع مورد بررسی می قرار میدادیم گفتیم در تحصیل او تاثیر گذار هست در ارتباطات او نسبت به نوع تاثیر گذار است مورد دیگه که میخوایم بحث کنیم حتی یک نوجوان میخواد تعاملات خود رو در زمینه حرفه که یاد بگیره چون معمولا نوجوان ها در بدر ورودی هستن که یک حرفه یاد بگیرن شغل یاد بگیرن در این هم خیلی تاثیر گذار است مهم. چون وقتی وارد جامعه بشیم همه نوع مشکلات هست بی ادالتی هست خصوصا در این جامعه که الان ما زندگی میکنیم حتی بی بعضی از بی ها باعث شده رواج پیدا کنه تبعیض وجود داره زندگی های ناسالم هست مشکلات اقتصادی وجود داره و همه اینها میگم حل نمیشه برای یک نوجوان چون دله. واقعا تازه پا کار گذاشته همه اینها برای از او استرس آسیب زا حتی ممکن است باشه و حتی باعث میشه که به او استرس استرا وارد کنه و او را حتی از مدار اصلی از او خارج کنه درستم. اینجی این جی که اگر بتانه به منطقی با اینا برخورد کنه اگه کنترل خشم داشته باشه در برابر هیجانات خود خور واقعا دید منطقی داشته باشه بله. در برابر اینها بخ... گفتگو کنه وقتی که بی‌عدالتی به اون بشه وقتی ظلمی به اون بشه میتونه در برابر از او از حقوق خود خود با به طریق کلامی مم. مسالمت آمیز او رو بحث کنه بحث. تا ای که بیاد جنجال کنه چون مم. ناسازگاری و جنجال مشکلی را نمیکنه حتی ممکنه او رو از او دور کنه مثلا بله. اوزاش خرابتر کنه اصلا. و تشدید به پس اگه نوجوانی ایش اخلاق رو داشت میتونه موفق باشه حتی در زمینه شغل خود خود ام. ما هم مثلا زیاد متوجه شدیم کسی که مدیری میخواد در یک شرکتی کسی رو قبول کنه که اونجا کار کنه یا یک دکانی که میخواد یک شاگردی رو قبول کنه که در دکان کار کنه اولین چیزی میگه میگه جوان با استعدادی میخوام که روابط عمومی قوی داشته باشه بله ماشه. روابط عمومی بالا داشته اتومبیل بالایی داشته باشه یعنی پرخوش کرد نباشه کوچکترین حرفی که مشتری آمد به ایدکان دکان زد ای رو کنه در این چیزی که باعث میشه کم کم مشتری ها مم. فرار کنند یه روابط اجتماعی در همه جا بسیار میتونه موثر باشه حتی مثلا در, کسی که مثلا در در, در یک جای کار میکنه تنها نه بله. حتی در مکتب بله. در بسیار از جا حتی در خانواده در هر جایی واقعا بسیار مثلا فردی زروریست. میخواد به خواستگاری یک دختر خانمی بره اولین چیزی که مد نظر است او هست اخلاق از این چه کار خب یکی از نکات مهم در اخلاق این است که فرد پرخاشگر نباشه بتونه بله. خودخور کنترل داشته باشه خب اگر فردی همچین فرد مثلا روابط موی بالایی داره و خوش اخلاق است استخدام میکنه مطمئنا بازدهی کار از او مفیدتر خواهد بود بله. چون اثر بخشی بیشتری داره دقیقا. یک کار پر انرژی تا یک فرد برخاشگری رو بیا استخدام کنه مدام مدام در با همکار خود با مدیر خود با صاحب کار همش درگیر باشه خب یعنی. این کار خوبیه هم انجام بده پس در هیچ جایی نمیتونه موفق باشه حالا اگر بخواد در محیط کارش باشه اگر بخواد محیط خانواده باشه مکتب باشه اجتماع در هر جایی داشتن روابط عمومی بالا یعنی یک رفتار منطقی یک رفتار عادلانه یک نوع صمیمیت خالصانه داشتن میشه روابط عمومی بالا احسان. که بتونه انسان دوستانه رفتار کنه و منطقی رفتار کنه گاهی وقتها مثلا دیده شده بسیاری از افراد انسانهای موفقی نبودن یعنی نه در محل کار خودشان موفق بودن نه در اجتماع موفق بودن نه در خانواده و نه در مکتب و پانتون پا و دانشگاه ها بررسی کردن میبینن که این مشکلات داره که روابط عمومی خوبی نداره یعنی فکر میکنه که من از همه برتر هستم خودش را بالاتر احساس میکنم و نتانسته تعامل برقرار کنم و من را موفق و از همین که نتونست تعامل برقرار کنه با دیگری از حمایت های اجتماعی هم باعث شده مهم. دور بشه چون اجتماع کسی رو حمایت میکنن که روابط میه بالا داشته دیگه. باشه ارتباطات بلی. قوی داشته مهم. باشن علاوه بر او تاثیراتی که ما بیان کردیم تاثیر دیگه که میدانه کنترلور خشم هیجان در نوجوان ها واقعا در رفتار اجتماعی از اونها گذار باشه این هست که توانایی بالا در تصمیم گیری دارن مم. کسانی که هیجانات خود خود کنترل میکنن پرخاشگری خود خود کنترل میکنن وقتی رفتاری میخوان در اجتماع انجام بدن فکر شده عمل میکنن در مورد از او فکر میکنن عجولانه فکر نمیکنن تصمیم گیری های صحیح و انتخاب های درست, درست. و همین باعث میشه از بسیاری از آسیب های اجتماعی این نوجوان ما به دور باشه چون او رفتار عجولانه و تصمیم های عجولانه انسان رو به دام می‌اندازه می اندازه. حتی باعث میشه به گروه های وارد شه که واقعا انسان گروه های منحرفی وجود هستش و وقتی یک نوجوان آگاهی داشته باشه منطقی فکر کنه تصمیمی که میگیره مگه من در همچین گروهی وارد نمیشم یا بیشتر از این جوانان نوجوانان رو متوجه شده باشید تد... باعث شده که به راه های خلاف کشیده بشن بله. به حقوق دیگران باعث بشه که معترض شده باشن ام. و به حقوق دیگران را زیر پای گذاشته باشن یا دست رازی به اموال مردم بکنن بله. اینها کسانی هستند که تصمیم عجولانه گرفتن ام. یعنی منطقی فکر نکردن و همو از همو از اولش هم زمینش این هست خانم زوری که از جامعه رانده شدن از خانواده از خانواده و جامعه. رانده شده که باعث شده که به این دام ها بیفتن بلکه به اینس... یک وقتی جمعون و که بتانه او خشم خود خود پرخاشگری خود خود کنترل کنه با وجود اتفاقی که او رو ناراحت کرده میتانه جوان واقعا موفقی باشه در جامعه بس. ما حدیثی از امام علی علیه السلام داریم که در این زمینه میفرمایه توانایی مردم در تشخیص درست کسی اینه که خشمگین نشه بلی. یعنی میخواد انسان تشخیص درست بده اینه که خشمگین نباشه وقتی میخواد تصمیمی بگیره کاری رو انجام بده امام علی علیه السلام میفهمه خشمگین نباشه چون آدم خشمگین تعادل عقل بر نداره میتونه تصمیم بگیره فکر درست حسابی نمیکنه که نمیتوان. در موقع عصبانیت نه آدم باید کلام بگوید نه گفتگوی کنه نه تصمیم گی بگیره و نه انتخاب بکنه چون در اون زمان دیگه انسان اینقدر دچار هیجان هست که نمیتونه درست تصمیم بگیره فقط درست... لحظه ای فکر میکنه ممکنه ما با یک نوجوان صحبت کنیم که مثلا چی شد به آسیب اجتماعی گرفتار شدی حال مثلا ممکن ممکنه سکرت باشه مواد مخدر باشه و گروه های منحرف باشه بسیاری از چیزها متانه باشه وقتی از او سوال میکنه میگه آنی تصمیم گرفتم بله, بله. و همراه دوستم بودم آه. و او و... 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 باعث شد که من راهنمایی کنه و من بدون اینکه تحقیق کنم و فکر کنم و آنی و حتی در صورت خشم ممکنه تصمیم گرفته باشم که بخوام به کسی دیگه ای صدمه بزنم اینها همه باعث میشه که اول به خود این نوجوان صدمه بزنه درست. و بعد هم به خانه... مطمئنه خانواده از او تحت تاثیر قرار میگیره و بعد از او هم به اجتماع درست تاثیر بگذاره نکته دیگه خانم زوری در این زمینه هست که بعضی از خانواده ها مدام میپرسن که ما هر کار میکنیم جوان ما هیجاناتش کوتاه نمیاد همون پرخاشگری بوده هست یعنی اول پرخاشگری داشته و همه قسم ادامه داره اصلا. خب م... با هر چی هم که ما م... با ملایمت با او رفتار میکنه و باعث میشه که او رو مثلا هم... یعنی با وجودی که خانواده تلاش میکنن که کنترل کنن مدیریت کنن ولی فایده نداره فایده نداره ولی اینجا خانم زوری یک نکته میتونیم بگیم اگه همچنان مشکل باقیه و بعضی از نوجوان ها از کودکی نتونستن کودک خودشان رو مثلا به نوجوانی رسیده این مشکل همچنان باقیه و این پرخاشگری هایی میکنه حتی باعث میشه در نوجوانی چیزی رو پرت کنه اشیایی رو پرت کنه و شاید هم دست خودش نباشه خوب این خانواده ها با مراکز مشاوره حتما ارتباط برقرار کنه چون واقعا مشاورانی هستن که در این زمینه آگاهی های لازم رو میدن چون ما نکته که تا اینجا برای پرخاشگری بحث معمولا کلی هست ولی با توجه به شرایطی که یکی از افراد ممکنه داشته مره. باشه مثلا یک ف... ف... نوجوانی حتی از کودکی پیش فعال بوده درستان. خب او کنترل کردنش خیلی سخت‌تره نسبت به یک نوجوانی که عادی پیش میرفته خب پس این میتونن به صورت خصوصی به مراکز مشاوره و همراه مشاوران نازق این رو مطرح کنن و مشاوران هم مطمئنا با توجه به شرایط خانوادگی اون نوجوان نکات شخصیتی از اون نوجوان و که شغلی که داره دلستم. مکتبی که تحصیل میکنه میتونه راهنمایی های رو لازم رو بدن مم. چون این نکته خیلی میتونه در سرنوشت نوجوان که بعدا وارد مرحله جوانی میشه و اگر همین تبدیل به عادت بشه واقعا مشکلاتی نم. رو میتونه حالا مثلا اگر, اگر مشاورانی را در دسترس داشته باشن اون وقت چطور کنن میتونن تحقیق کنن مطالعه کنن از روی کتاب ها یا از روی سایت های مختلف میتونن این کارا بکنن چون کمک شاید سخت باشه که بتونن دسترسی داشته باشن درست به مشاوران و متخصصین مشاوران یا مراکز مشاوره حالا هموطنهای ما یک کمک در زمینه مشکلات دارن امروز با توجه به پیشرفت روز فضای مجازی الحمدلله این کار رو واقعا کانال های ارتباطی رو واقعا بهبود داده درستن. یعنی تنها نه که بخوان مثلا به فلان مرکز مشاوره رجوع کنن چون اصلا ممکنه در اون منطقه که ها زندگی میکنن همچین مرکز مشاوره ای نباشه همین کانال های ارتباطی میتونن همراه مشاوران صحبت کنن و مشکلات خودشان رو مطرح کنن حال از طریق تلفنی باشه از طریق فضای مجازی باشه مشکل خودشان رو فرزند منظور این است که یا خودشان نکاتی رو بخونن و مطالعه کنن درست. و مثلا بسای دیگه که متوجه هستن فعالی. یعنی فعالیت کنن فعالیت کنن نمانن تا... دگه... یعنی که دیگه یعنی نگر که این بعدا خودش خوب میشه آه. ممکنه این نوجوان مرحله بعدی از او مرحله بدتری باشه براش و حتی اثرات مخربی دقیقاً. رو در زندگی از هوشیار باشن گفلت نکنن تا اینکه انشالله اه... او پیشگیری ها و درمان هایی که نسبت به خشم نوجوانان هست به موفقیت انجام بگیره تشکر خانم حسن از صحبت دیگه وقت خلاص است و انشالله که موفق و پیروز باشید و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین شما هم سربلند باشین و با توکل به خدای بزرگ انشالله که هرچه سختی و مشکلات هست از زندگی هایتان برداشته شدم با تشکر از همراهی گرم شما عزیزان انشاءالله که در روزهای آینده هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین خدا نگهدار همگی شما